عزیزم به یک برنامه دیگه از میزه گرد ما خوش اومدید. همونطوری که میدونید من مرضیه ارسمایی هستم و امروز با یه غذای عالی دیگه در خدمتتون هستم. قبل از اینکه بریم سراغ غذا میخواستم این گلها رو شما ببینید که چه گلهای زیبایی هستن. تمام خونه ما غرق گل شده و این گلها یادآور خیلی چیزها برای من هستن و از همه مهمتر زحمت‌های خود بچه‌ها. شما هر چقدر که مواظب بچه‌تون باشید، افرادی که اینجا زندگی می‌کنن می‌دونن که چقدر سخته حواست به همه چیز باشه، همه چیز تحت کنترلت باشه که بتونی بچه‌های خوبی تحویل جامعه بدی. و از همه مهمتر زحمت‌های خود بچه‌ها. من به همه بچه‌ها توصیه می‌کنم، خواهش می‌کنم به حرف پدر و مادراتون گوش بدین، چون هیچ چیزی غیر از این که بهترین‌ها رو برای شما می‌خوان هیچ چیز دیگه ای نمیخوان. آرزوی هر پدر و مادری موفقیت بچه‌شه. و از همه مهمتر اینکه خود بچه‌ها زحمت‌های بسیاری رو کشیدن، سختی‌های بسیاری رو متحمل شدن تا بالاخره دکتر شدن و این گل‌ها نتیجه این زحماته. و اینکه هر روز توی بیمارستان یا سر کار توی مطب با این گل‌ها چقدر از کار خوبشون قدردانی میشه و این گل‌ها رو من با تمام وجودم بهشون افتخار میکنم و گذاشتم اینجا و لذت میبرم. امیدوارم که شما پدر و مادرای عزیز به خواسته هاتون برسید و فرزندان گرامیتون رو من ازشون خواهش میکنم که به توصیه های پدر و مادر گوش بدین، چون در انتها کسی که لذتشو میبره خود اون بچه است. این گلها زیادی منو ذوق زده کردن از اینکه فرزندان مفیدی تحویل جامعه دادم. امروز میخوام براتون استیک و بیفتک درست بکنم، یعنی هم استیک هم بیفتک و با ذائقه های متفاوت، چون میدونید که استیک و بیفتک غذایی هست که ذائقه‌ایه. یکی خیلی ولدان دوست داره، یعنی برشته، حتی میتونم بگم سوخته. یکی متوسط دوست داره، یکی آبدار دوست داره و یکی خیلی خیلی نزدیک به خامی. و من امروز میخوام این استیک و بیفتک خوشمزه رو به شما نشون بدم. همراه من باشید. آبنما خیلی انرژی خوبی به خونه میده. تازه گلهایی هم که پژمرده شدن شما کاتشون میکنین میذارید داخل این آبنما و اینطوری تر و تازه و زنده میشن و زندگی دوباره بهشون میدید و فضای خونتون هم پر از انرژی مثبت میکنه. برای درست کردن این استیک ما گوشتامون رو شستیم. گوشت گوساله است، گوشت مخصوص استیک و سپیده دوست داره که استیکش ضخیم باشه. برای همین این دوتا رو ضخیم درست میکنم به این شکل. اول بیفتکیامون رو درست میکنیم. من گوشتا رو شستم، خشکشون میکنم چون قراره بذاریمشون داخل ماهیتابه، نمیخوایم روغنمون بپاشه این ور اون ور. داخل ماهیتابمون یه مقدار روغن میریزم. یه مقدار نمک، به هر دو طرفش میزنیم. حواستون باشه که شور نباشه، بی نمک هم نباشه. و حالا فلفل سیاه،
سائقیه، بستگی داره به اینکه شما چقدر دوست دارید تند باشه. خب گوشتمون رو میذاریم داخل روغنمون و حرارتمون رو زیاد میکنیم. به هر حال شما هر کاری بکنید یه مقدار روغن روی گازتون میپاشه، بعد تمیز میکنید. شعله گاز من خیلی زیاده. اگه شعله کم باشه گوشتمون آب میندازه، سرخ نمیشه و سفت میشه. خب این لیفتکای ما الان آماده است. خاموشش میکنم و گوشتامونو در میارم. این هم از این دیستکای لذیذ ما، آبدار و عالی. بیفتکو ما با پیاز و آبقوره میخوریم. پیازی از یه پیاز بزرگ، چون همه پیاز رو دوست دارن، یه پیاز بزرگ و من نگینی خوردش میکنم. پیازش حسابی بزرگه و اشک منم در آورده. خیلی پیاز باحالیه. یه مقدار نمک بهش میزنیم، چون آبقوره ما بی نمکه. من همیشه از آبقوره 1:1 استفاده میکنم، ولی این دفعه گیرم نیومد، از این آبقوره اینو گرفتم. آبقوره پاستوریزه است البته، کامبیز. خب اینو قشنگ پر از آبقوره میکنیم که با قاشق و با پیازا باید میل کنید. ببینید به این شکل. حالا ما این بیفتک خوشمزه‌مون رو به این شکل سرو میکنیم. یه تیکه از اینو من بر میدارم. ببینید چقدر آبدار و عالی. میذارم اینجا. حتما باید از کارد مخصوص بیفتک استفاده بکنید.
اینو کاتش میکنیم به این شکل. ببینید چقدر عالی، داخلش چقدر خوش رنگه. میذاریمش داخل این نون. و یک قاشق از این پیاز و آب قوره به این شکل نوش جون میکنید. ماهی تاممون داغه، حالا میایم سراغ استیکمون. به استیکمون نمک میزنیم، ماساژش میدیم. و همینطور فلفل سیاه. و حالا میایم سراغ استیکمون. این استیک رو میخواییم درست بکنیم. یه مقدار خیلی کم روغن داخل ماهی تابمون میریزیم. خب این استیک ذائقه‌ایه، بستگی داره به این که شما دوست دارید که وسطش صورتی باشه یا اینکه خیلی ولدان باشه، خیلی برشته باشه. سپیده جون دوست داره که وسطش صورتی باشه. روی همین اصل من این استیک رو سعی میکنم که با حرارت خیلی بالا و خیلی سریع درست بکنم و سریع برش دارم. خب روغنمون داغ شده، حالا من گوشتمونو میندازم داخل ماهی تابه. اشکالی نداره روغن به پاشه این برون بر. باید حرارتتون بالا باشه وگرنه استیکتون سفت میشه. در مورد بیفتک هم همینطوره. حالا خیلی سریع برش میگردونیم. اگه دوست دارید از این طرف تون قطرش زیاده، یه کوچولو از این طرف هم نگرش دارید با دستتون و اطرافش رو یه چرخ بدید. همونطوری که گفتم ذائقه‌ایه، بستگی داره به میل خودتون که تا چه حدی میخواین برشته باشه. در همین حد آماده. ببینید چی شد. به به به، یک استیک فوق‌العاده هوس‌انگیز.
یه کمی نمک بهش میزنیم. آب لیمو. خب این هم غذای سپیده خانم. ایشون با سبزیجات میل میکنن. سلام، خوش اومدین به یه برنامه دیگه از میزه گرد ما. امروز من استیک پختم و بیفتک. اوف، من عاشق هر دو تاشونم. من در کل عاشق غذام. خب بیاین تستش کنیم ببینم که شما چه جوری دوست دارین. بچه‌ها من کلی با پیاز و آبقوره دوست دارم، اما تازگی ها پیاز که میخورم زیاد به هم نمیسازه. خب فقط آبقورهش رو میخورم. مثل همیشه عالی. مرسی. چی بگم دیگه، بچه ها معمولا دستپخت ماماناشون رو دوست دارن و تعریف میکنن. فوق‌العاده شده این استیک و بیفتک. به بیننده های عزیز گفتم ذائقه‌ایه. یه عده دوست دارن که خیلی ولبان باشه، یه عده دوست دارن که من جوسی. شما شبیه هم دوست داریم. جوسی. آره منم خیلی آبدار دوست دارم. پدرم نه، برشته برشته دوست دارم. یعنی زغال زغال. وقتی میگیم برشته برشته، خیلی برشته، خیلی برشته. ولی سفیده هم دوست داره که آبدار باشه و وسطش صورتی باشه استیکش. آره ما هم همیشه معمولا همینجوری دوست داریم. خب پس ما میریم به استیکمون حمله کنیم. جای همتون خالی واقعا. آره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما اون دکمه لایک رو بزنین، سابسکرایب کنین و با دوستاتون شیر کنین. تا دفعه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب و روزتون بخیر. خدا به همراه.